ما توی ویدیو قبل گفتیم که اگر بخوایم یه ماشین رو انتخاب کنیم، به طور مثال اتاق 206، تقریبا چه آپشنایی رو داریم و به کجا میرسیم. اما اگر بخوایم بریم سمت اتاقهای کلاسیک و بخوایم یه انتخابی داشته باشیم که اون اتاق رو ماندگار کنیم و از امکانات و موتورهای کلاسیک و موتورهایی که تو همه جای دنیا هنوز که هنوزه دارن آپگرید میشن، قطعات تیونینگ براش ساخته میشه و به قشنگترین شکل تو کارتون میرن در خونشون استفاده کنیم، چه انتخابایی داریم و اصلا انتخاب منطقی هست یا نه؟ اول از همه باید بدونیم که منظور هدف این ویدیو کدوم ماشینا میشن. ما اگر تو بازار داخل بخوایم دنبال یه سری ماشینا بگردیم، مثلا یه سری اتاقهای تویوتا رو پیدا میکنیم، مثل تویوتا کورولا قدیمی، کورونا قدیمی و حالا مدل های مختلفی از تویوتا که یا به تعداد انگشت شمار یا به تعداد زیادتر سالهای مختلف، حتی میشه گفت تا قبل از دهه 80 هم وارد کشور شدن. توی خودروهای آلمانی که خب مشخصه، خودروهای آلمانی یه ریشه عجیب غریبی توی صنعت خودروسازی و توی لابلای ریشه های ماشین بازی دارن تو همه جای دنیا و میشه گفتش که توی ایران هم خیلی از بزرگترهای ما با مدل‌هایی از خودروهای آلمانی وارد این بازی شدن. بعدش هم خودروهای آمریکایی رو اشاره کرد، مثل مدل‌های مختلفی که هم داخل ایران مونتاژ می‌شدن یه زمانی هم وارد شدن، روی اونها هم کار کرد. اما تو یک نمای کلی اول از همه می‌خوایم توضیح بدیم که اصلا توی این بازار چه خبره. نمای کلی این بازار به ما چی رو میگه؟ اول اینکه قیمت خودروهای کلاسیک یا خودروهایی که الان میتونیم بهش واژه کلاسیک رو بگیم یا نگیم یا خودروهای قدیمی تر، بازار عجیب غریبی اتفاق افتاده. نمونه های سالمش قیمت بسیار بالایی داره. توی نمونه های آمریکایی تو بعضی از اتاقها واقعا قیمت های عجیب غریب میلیاردی رو داریم که شاید واقعا ارزش اون ماشین رو نشون بده و شاید خالی از ارزش باشه تو بعضی از مدل ها. توی مدل های تویوتا های قدیمی و خودروهای آلمانی باز هم میشه ماشینای به قیمت تری یا گیر آورد. این واژه به قیمت به این معنا نیست ارزون قیمته، به این که به قیمت تر نسبت به کلاسیک ها یا اتاقهای قدیمی دیگه. میشه گفتش که حتی قیمتی مشابه یک اتاق امروزی دارن، مثلا میشه امروزی که چه ارز کنم، مثلا اتاقهایی که حالا تولید روز داشتن، مثلا اتاق 206، اتاق پارس، اتاق سمن و هر چیز دیگه که خدای نکره نمیخوایم با این ماشینا مقایسهشون بکنیم. اما خب اصلا چرا باید انتخاب بکنیم و چرا نباید انتخاب بکنیم؟ علت انتخاب کردنش میتونه این باشه که موتورهایی که توی اون اتاقها میتونن قرار بگیرن، موتورهایی هستن که بعضی هاشون میشه واژه افسانه رو براشون به کار برد، بعضی هاشون هم موتورهایی هستن که هنوزه قطعات تیونینگی حال حاضر توسط شرکت‌های معتبر دنیا براش داره تولید میشه و اون موتورهایی که هستن داخلشون رو حتی میشه سواب کرد و موتورهای مناسبتر، قویتر و هر چیز دیگه یا حتی با درج تو سند توشون بست. و این موتورهایی که روی ستاپ میشن چند تاشون میشه اس برد. از خانواده تویوتا میشه 3S رو نام برد که چند نسل داره و یکی از محبوب ترین موتورها برای این کار. خانواده بی پی که تقریبا میشه گفت همه میشناسن، خانواده بی پی موتوریه که در حالت سالمش موتور ارزشمندیه، موتور تواناییه، قطعات تیونینگش قیمت مناسبی توی این بازار داره. و توی خانواده تویوتا باز میشه توجی، وانجی و این موتور محبوب رو نام برد. کلی موتور دیگه هم هست که مثل 4AG یا هر چیز دیگه این وسط میتونه باشه. توی ماشینای آلمانی هم که سری M و سری S میتونه پاشنه آشیل این تقویت و تیونینگ باشه و این انجین سواب و مثلا موتور افسانه ای S54 هم میتونیم یکی از این موتورها اس ببریم که به راحتی تو بعضی از اتاقها حتی پیچ به پیچ قابل نصبه. اما اینکه بخوایم یه خودروی قدیمی رو برای این کار انتخاب کنیم، اول اینکه میشه گفت باید بشناسیم که داخل چه چیزی داریم قدم برمی‌داریم. وقتی میخوای یه خودرویی که تولیدش متوقف شده و حتی قطعات اتاقش هم الان به سختی گیر میاد، علل خصوص قطعات تزئیناتیشون، اون موقع باید به فکر این باشیم که ما یه اتاق سالم میخواییم.
یا اتاقی میخوایم که مالک از قبل یه سری کارا رو روش کرده باشه، ضمن اینکه مدارک هویتی اون اتاقها باید تایید بشه و نمیشه گفتش که ما یه اتاق بی اصالت، پرنده و هر چیز دیگر رو بخوایم تهیه کنیم. بعد از اینکه از این مراحل گذر کردیم، باید که تیونرمون رو بشناسیم. وقتی شما میخواید یه ماشین قدیمی ستاپ کنید که توی ایران عموما سیستم گاراژ ستاپ، مثلا هوم گاراژ یا یه همچین چیزایی رو خیلی کمتر میبینیم یا کمتر نشون داده شده و توی فرهنگ اینجا خیلی کم جا افتاده، اینه که ماشین رو به صورت یه پروژه شروع میکنن تو خونه خودشون روش کار کردن. فرض رو بر این بگیری که توی آپارتمان 20 واحدی توی پارکینگ ما شروع کنیم به کار کردن روی موتور. حالا واسه این بس تقریبا میشه گفتش که منتفیه و باید که حتما قبل از انتخاب اون ماشین، قبلش تیونر و قطعات فروش اون ماشین هم بشناسیم. نکته اول، تیونر کسی که آشناست و میتونه بلد کارتون باشه و توی این مسیر راهنماییتون کنه و یه سری اطلاعاتی که تو اینترنت به راحتی گیر نمیاد یا اصلا گیر نمیاد که فقط تجربی هست رو به تو منتقل کنه، تیونر منصفی باشه و بتونه این کار رو براتون انجام بده، علم به اون خود رو هم داشته باشه. داستان از این قراره که اگر بخواهید که خود رو انتخاب بکنید، باید که این مراحل رو حتما طی کنیم و قبل از انتخاب اون اتاق به این قضیه فکر بکنیم. مورد بعدی، اتاقی که میخواین انتخاب بکنید 4-6 سیلندر و هر تعداد سیلندری که داشته باشه، اگر بخواید انجین سواب بکنید به تعداد سیلندرها باید توجه ویژه‌ای بکنید و اگر میخواید که توی کلاس های مسابقه وایسین، حتما باید توجه بکنید که چه چالشایی دارین، آیا اون اتاق وزن مناسبی برای وایسادن توی کلاس درگ رو داره یا نه، آیا اون اتاق موتور مناسبی بسته به بودجه و پیدا شدن قطعات تیونینگ رو داره یا نه. اگر هم بخوایم یه استفاده شهری داشته باشیم، مهمترین عامل شاید خنده‌دار باشه، پیدا کردن قطعات ظاهریه. قطعات ظاهری برای اتاقی که دیگه تقریبا وجود خارجی نداره و تو خیلی از کشورها از رد خارج یا به صورت کلاسیک شده و ما با قرار دادن یک موتور مناسب قوی با هر اسمی روش، وقتی میخواییم شهری استفاده کنیم، باید حداقل امکانات یک اتاق رو داشته باشیم، یا قطعات اورجینالش رو داشته باشیم سالم باشه، یا اینکه براش بسازیم و جایگزینی برای اون قطعات داشته باشیم، که این هم خودش یک پروسه‌ای داره که قابل تأمل و تفکره. اولش شاید خیلی ساده به نظر برسه، شاید یه قابی خراب بشه ما بریم بخریم، اما یه ذره که جلو میریم متوجه میشیم که واقعا اهمیت این مورد خیلی مهمه. مورد بعدی، بیمه نامه هاست. یعنی شاید با بالا رفتن سال ماشین ها، بیمه ها یه مقدار روی این قضیه زیاد جالب نباشه براشون که بخوام بیمه کنن. اینو برای استفاده شهری دارم میگم، پس حتما حواستون باشه، علل خصوص اونایی که میخوام به عنوان ماشین اول انتخاب کنن. اما توی اتاقهایی که گفتیم، مثل اتاقهای ژاپنی، آلمانی و آمریکایی، یه سری تولیدات، یا میشه گفت اکثر تولیدات وارداتی بودن، یه سری هم تولید داخل داریم مثل خانواده مزدا که فوق‌العاده برای این کار میشه گفتش که مناسب تر نسبت به بقیه. مناسب تر از این لحاظ که چون تولید داخل بوده، عرضه کننده های قطعاتش هم بهتر گیر میاد. من در مورد قطعات معمولش حرف میزنم، نه مثلا کیلومتر عجیب غریب اسپید یا کیت های اورجینالش یا هر چیز دیگه ای. ضمن اینکه در حالت انجین سواب هم موتورهای مناسبی میشه روش بس از خانواده بی پی، یا اگر بخواید موتور خودش هم تقویت بکنید، میتونید از موتور زد ام کدی که روش هست استفاده مناسبی داشته باشید. البته تو مدل های قدیمی تر سری بی توش قرار گرفته و توی مدل های جدید تر زد ام، و موتور دیگه ای که مثلا برای این هست میتونید سرسیلند زد ال استفاده کنید که حالا وی وی تی داره و یه بحث جداست. دستتون رو بیشتر باز میذاره و توی خرید و فروش، حتی در نمونه های فابریک هم، ماشینیه که راحت تر خرید و فروش میشه نسبت به اینا. خب توی بازار یه زمانی محبوبیت زیادی داشته، مقبولیت داشته و هنوزم به عنوان یه ماشین مناسب داره جابجا میشه، که مطمئنن اتاق سالم و نکتهی که هست اتاق مناسب و درجه یک و پیدا کردن قطعاتش هم یه ذره نظر ساده تر میاد. مورد بعدی که هست، اتاقهای مدل پایین هیچ کدوم سیستم ترمز پیشرفته ای ندارن و ضعف تمامی این اتاق هاست. شاید تو اتاقهای آلمانی ما هندلینگ خوبی داشته باشیم، تو اتاقهای ژاپنی سواری خوبی داشته باشیم و تو اتاقهای آمریکایی
نرمی و راحتی و استحکام جالبی داشته باشیم که خیلی مهمه، ولی تقریبا میشه گفت تو اکثر مدل ها ترمز مناسب و بروزی نداریم. ترمز بروز حداقلش یه دونه ABS و مثلا ما توی سری از مدل های مزدا ABS رو میتونیم پیدا کنیم، مدل هایی که حالا داخل کشور گیر میاد. توی تویوتاهای قدیمی تر رو دارم عرض میکنم، پیدا کردن مدل ABS دار یه مقدار سخت‌تره و اگر مثلا شما یه تویوتا مثل کرونا انتخاب کنید که قبلا ویدیو کاملش هم گذاشتید، ست ترمزی که مال یه تویوتای دیگه است باید باز کنید، روش ببندید که حداقل بوستر بزرگتر باعث شه ترمز مناسبی داشته باشید، یا تبدیل به دیسکش بکنید که حالا اونم یه بحث جداست. توی مدل‌های آمریکایی هم دیدیم که توی کلاس مثلا 8 سیلند تنفس طبیعی قوقا میکنن و هر سری تایمای عجیب غریبی میزنن. اما یه ماشین آمریکایی قدیمی هم باید یا موتورهای بروز رو روش انتخاب کنیم ببندیم، مثل خانواده LS, LQ و هر چیز دیگه ای، یا میتونیم که از موتورهای قدیمی خودش استفاده کنیم و تا صبح هم قطعات تیونینگ رو داشته باشیم. قطعاتی که شاید میشه گفت یکی از ارزون‌ترین سری قطعات تیونینگی تو بازار تیونینگ هستن و مثلا قطعات تیونینگ افتر مارکت خودروهای ژاپنی یا آلمانی اونقدی گرون قیمت نیستن و اسب بخارشون رو با سخاوت بهتون تقدیم میکنن. اما ستاپ یه همچین موتورهایی واقعا کار پیچیده ایه و همینجور هم که میبینیم علاوه بر نگهداری و ستاپ، هزینه های ثانویه مثل مصرف سوخت بالا و تعمیرات و نگهداری در دراز مدت رو به مالک تحمیل میکنن. توی خودروهای ژاپنی میشه گفت دوام حرف اول رو میزنه، اما در مدل‌های توربوشارژش هم حتی نیاز به نگهداری مناسبی داره. اما تو خودروهای آلمانی حساسیت بسیار بالاتره و توی ماشین‌های تنفس طبیعیش هم مثل تولیدات روزش دقت و نگهداری توی تعمیر خیلی مهمه و توی تعمیرات ثانویه میتونه گیرتون بندازه. اما از تمام مراحل گذر کردیم و دیگه تصمیم اون رو گرفتیم یه ماشین قدیمی انتخاب کنیم. شاخش هم انتخاب کردیم، ژاپنی، آمریکایی، آلمانی، و مشکلات و چالشاش هم میدونیم. داستان از این قراره. توصیه بر اینه که دنبال ماشین آماده سالم باشین که یه مالک تمام این راه ها رو رفته و الان میخواد اینو دیگه از دست بده و بده بره، که معمولا هم یه همچین کاری رو ماشین سالم انجام نمیدن، توی معدود شرایط این کار رو میکنن. دوم این که به قیمت خریداری کنید. اگر میخواید بازسازیش کنید زمان طولانی رو برای این کار اختصاص بدین. و در نهایت توصیه اکید دارم که این ماشین دوم هم کنارش داشته باشین که برید باهاش بیاید و اون ماشینی که میخواید استفاده کنید و تکمیلش کنید رو در آرامش و بدون استرس و بدون پولهای اضافه خرج کردن جلو ببرید. شما دارین استارت یه پروژه چند ساله با هزینه زیاد رو میزنین. اگر بخواید خودتون انجام بدید میشه گفتش که از چالشاش این میتونه باشه. اما در نهایت چه چالشایی شما میدونید، یا اگر ماشین بازسازی کردید یا خریداری کردید ماشین قدیمی رو، میتونید اینجا بگید.